به نام خداوند جان و خرد، چزین برتر اندیشه بر نگذرد. پردیسی پیروز پارسی است دیگه، بسی رنج بردم در این سال سی. 30 سال زحمت کشید. عجم اصحاب جم، یاران جم، عجم زنده کردم بدین پارسی. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. اما داری میگه پارسی، تو هنوز داری میگه فارسی، هنوز تو داری میگه فارسی. اسمش بود پیروز پارسی، لقبش بود پردیسی، یعنی اهل بهشت. پردیسی، تو پردیسی رو کردی فردوسی. کجایی دیدیم بدبختی رو که میگم گریبان گیر ما شده و راهمون نکرده 1400 سال؟ افسانه نیست، افسانه نیست. در این روزها دو مورد مد نظر مردم ایران هست، یکی شبای احیا میگن و یکم امروز که 25 اردیبهشت ماه هست و یاد روزه تیروز پارسی است. حکیم میگید ابوالقاسم فردوسی پردیسی، کسی که زنده کرد زبان پارسی و تبار آریایی رو. شما این دوتا رو با هم مقایسه کنید. درست 1400 سال پیش در نخستین روزهایی که زایش پیدا میکنه این دین تازی، از خود پیامبر اسلام گرفته توسط ایرانی ترور میشه، سم بهش داده میشه، بانوی یهودی، و بعد تمام خلفا رو میکشن. ابوبکر هم مسئول میکنن، عمر، عثمان، علی هم با شمشیر میکشن. ایرانی ها چرا؟ چون اصلا روز اول میدونن که روم اومده این اسلام رو ساخته برای که ایران رو نابود کنه. در کتاب از میترا تا محبت 30 سال پیش نوشته شد توسط سیاوش اوستا، اونجا شرح میدم من این قضیه رو. میگم 4 مشاور درجه 1 داره محمد. این 4 یکیش سلمان پارسی است که یک مسیحی است که از ایران میره اونجا، چون نه با برنامه است. وقتی محمد بچه از زندگی نماشه که میخورید، میبینید در شهر بصرا که در سوریه کلونیست و زیر نفوذ کلیسا و روم بوده، به محمد میگن که تو میتونی رهبر آزادی بخش بشی، چه از اونجا تقویتش میکنن. و وقتی میاد اونجا با نوفل و غیره آموزش هایی میبینه پیامبر اسلام، و بعد براش نیرو میفرستن، نیروی فکری و پول، خدیجه، ثروت هنگفت خدیجه، تا این سپاه رو آماده کنه برای تازش به ایران و ترتیب ایران رو بده. چون جنگ روم و ایران سالیان سال میگذشته، ایرانی ها میان عیسی مسیح رو پیدا میکنن، میگن تو ناجی هستی، به مادرش میگن، بهش امکانات مالی میدن، میگن مهاجرت کن، برن تعلیمش میدن و میاد. از اون طرف هم اونها میان اسلام رو میسازن. 4 شخصیت برجسته که اسلام داره و مشاوران اصلی محمد هستند، و در کتاب از میترا تا محمد من شرح دادم 30 سال پیش، یکیش صهیب است. صهیب یکی از فرماندهان سپاه روم هست و مسیحی است، به محمد میپیونده. اینا همه میگن به عنوان برده خرید و بازی سیاسیه. فکر کردید سیاست و اینا از همین امروز یا دیروز؟ ما خودمون تمدن 1000 سالی داشتیم. یکی دیگه بلال حبشی است. بلال حبشی یکی از فرماندهان سپاه اتیوپی است، مسیحی، و خیلی هم وارد و زرنگ و زیرکه، میاد میشه مشاور محمد. یکی دیگه هست، عرض کردم خود دیگه، سلمان پارسی. سلمان پارسی هم همه ادیان ایران رو بلده ولی مسیحی است. اینها میان و در کنارش افراد و شخصیت های دیگه هستن، مثل حمزه که عموش هست و یک شخصیتی که جهان دیده است، جهان رو شناخته. اینا همه با برنامه‌ریزی مثل جیمی کارتر و یک کشورهای 5 که برنامه‌ریزی کردن، شاه رو ثابت کردن، درست مثل همونایی که داعش رو اخیراً درست کردن که ایران رو سرنگون کردن. اینها میان و یک این تیم
ثروت میگیره، بعدم با اوس و خزرج دو تا قبیله‌ای که در مدینه هستن صحبت میکنن، چون اونها هم از نظر جهانی همیشه تاراج نظم و تشکیلات بودن. محمد رو میفرستن اونجا، یثرب رو میکنه مدینه، سپاه رو میسازه، خودش میخواد حمله کنه نمیتونه، کشته میشه، چون میفرستن نیروهای امنیتی ایران توسط یک بانو بهش یه گوسفند دوست داشته میخوره، مسموم میشه میمیره. بعد از اون ابوبکر رو میکشن و بعد از اون عمر، عثمان، علی، هر سه تا رو میزنن میکشن. فرماندهان ایرانی وقتی امروز میزنه تو سرت، خب شعور کجا رفت؟ تو میزنه تو سرت. ابن ملجم که امام علی رو میکشه، ابن ملجم اسمش از پور لگام، پدرش از فرماندهان سپاه بوده و لگام سربازار هم میبسته، خیلی مشهور بوده. این وقتی که همه ناموسش و فامیلش و سپاهیانشون اینا رو میکشن، اینا بچه‌ها که جوان هستن رو به اسارت میارن، هر گاه که پور لگام عبور میکرده، بهمن جادوی هم اسمش بوده، میگفت من انتقام همه اینا رو میگیرم، خیلی زود میگیره، اسمش بوده بهمن جادوی، بهمن جازویه نبوده، چون یک بار اشتباه تایپی شد زمان آقای فولادمند استاد ارجمند و بزرگوارم، تایپ اشتباه شد، چون اینا کرده بودن در لندن جادویه رو گذاشته بودن جازویه، تا الان هم دیدم به اشتباه می‌نویسن جازویه، 10 بارم اینو گفتم بهمن جادویه. چرا بهش گفتن جادویه؟ چون این در جنگیدن اینقدر ورزیده بود، درست مثل این فیلم‌های هالیوودی که الان می‌سازن در مورد حسن صبا اینا، که یارو داره اینجا شمشیر می‌زنه یهو میپره میره از اون می‌زنه، یهو از اون در میاد، یعنی در جنگ و نبرد مثل یک جادوگر مبارزه میکرد. اینا رو متعجب میگرد، خیلی نمیدونین چه شکست هایی به اینا دادن به تازیان در همین خوزستان. حالا این خود قصه داره، میخوام بگم اونها که زدن اینا رو کشتن، تو الان میزنی تو سر صورته. اینا همون داعشی هستن که زدن زرتشتی و ایزدی ها رو کشتن، مسیحی ها رو کشتن، کرد ها رو کشتن و اگه دسترسی بده میکردن یهودی ها رو قتل عام میکردن و غیرین. همونان شما فراموش کردید و مرسی خان آنها شدید امروز. همیهن عزیز، من وقتی میگم ابله، احمق، بیشور، به توده های مردم نمیگم، هرکس توده های مردم نه، به اینهایی که قلم به دست دارن، قدرت به دست دارن، ثروت به دست دارن، که میتونن این پارسی ما رو پارسی کنن. تازیان به خاطر اینکه په نداشتن رو ندارن، خلیج پارس ما رو کردن خلیج فارس، زبان پارسی ما رو کردن فارسی. تا همی الان هم کسی رو میگه فارسی، خود چقدر تو بیسوادی، رئیس جمهوری، وزیری، دبیری، استاد دانشگاهی، نویسنده، روزنامه نگار، هر کوفتی که هستی ابله، نادان و بیشعور هستی. به تو من میگم پارسی رو پاس بدارید. فردوسی چی گذاشت؟ اونی که فردوسی گذاشت که اسمش هست بردیسی، اونی نیست که امروز شما نتونید اسم خودش رو به کار ببرید. در این رابطه من دو ساعت صحبت دارم، مال قدیم هم هست، میتونید گوش کنید، بزنید سیاوش اوستا فردوسی، یک جزوه هم در این رابطه نوشتم، 5-6 تا مقاله در زمان پرویز اصفهانی عزیزم در نیمروز نوشتم. شما نبردتون به مبارزه و پایداری با جهاد بگیرید. بعد اومدن تمام قهرمانان سرزمین ما رو خار کردن، ذلیل کردن، جوک براش زدن. خب همه استعمار، همین رومی ها، همین غربی ها و همون تازی هایی، دوتا تازیان و غربیان، شرق و غرب، این وسطش آریا ایران هست، تمام از تاجیکستان بگیر بیا پایین تا اسرائیل، تا اسرائیل، کینه که دارن از تاجیکستان تو بگیر بیا پایین تا اسرائیل، که الان این بدبخت ها افغان ها برنده شدن، اینا میان یکی دیگر رئیس جمهور تاریخی. تو این تاریخ رو که وقتی در نظر میگیری، شرق و غرب دشمن ما بوده، همیشه هم شرق و غرب با هم ساختن، یعنی تازیان با غربیان شاه رو ساقط کردن، ساختن جزایر ما رو گرفتن، سرزمین ما رو گرفتن، تکه پارمون کردن، ساختن برای ما تشیع زمان صفوی میسازن، ساختن داعش درست میکنن که بیان دخل ما رو بیارن، هدف داعش نابودی ما بود. بعد ما میایم جوک میسازیم برای تمام اونهایی که قهرمانان تاریخ ما بودن، آزادی بخش، برای جنگیدن با تازیان. کیا؟ کرد، لور، بلوچ، بختیاری، گیلکی، مازندرانی، خراسانی، اینا جنگیدن، جونشون مایه گذاشتن برای آزادی میهن، وقت جوک درست بودن ترک خره، باید اینها رو تیرباران کرد،
توهین میکنن به قهرمانان سرزمین ما رو میارن پایین. بابا یاره خره ولش کن، لور خر، لور خر، دلیرها ده قهرمانها، کسایی که ایران را آزاد کرده، همیشه با دشمن جنگیدن، از ایلامیان شما بگیرید تا اشکانیان و ماوت ها و ساسانیان و اینا، همه این دلاوران آریایی پاک و پاکیزه بودن. بعد برای اینو جوکس آت کرده رو کرد و تو هم یه جوکار پخش میکنی، توهینات پخش میکنی، از تو طرف هم اومدن. الان این روزا ما آقا یک عمر داریم مبارزه میکنیم، پارسی بیاندیش، پارسی فکر کن، پارسی نام، پارسی انتخاب کن، پارسی باشی. آقا صبح میایی تلفن تو وام کنی، میبینی بهترین رفیقت که یه عمر کتابای تو رو خونده، اسم بچه‌هاش آریه گذاشته. هر صبح میگه دوست عزیز صبح شما به خیر، صباح الخیر، و این در پرتو الله بزرگ. آقا دارن اینا رو خود سرویس‌های اطلاعاتی تازی حاکم بر ایران غربین هم می‌بینن که تو زمان پارسی تو باز یادت بره. بامدادت خوش، زایشت شاد باد، اهورامزدا پروردگار بزرگ، نگهبان تو باد، پشتیبان تو باد، الله یحمیکم، سوره فلان اینا هر روز صبح صبح بهتون می‌فرستن، همجورا برام می‌فرستین با افتخار. خب شما مردم، شما مردم که اینقدر زود رنگ عوض میکنید، کجا میدونید که آقای لوره بختیاریه، این قهرمانان ایران، زلحشوران، اینها آقا کسانی هستن که نفت زیر پای ایناست، نفت و استعمار در میاره، اینها رو سرکوب میکنه. سالیان سال تو تاریخ برای تو افتخار آفریدن، آخرین سردار میاد میره پشت دروازه های تازی ها، اونم کرد، اونم لور، جونشو برای شما میده، تیکه تیکه هم شما شما دست میزنیم برای دشمن. الان همه در صف دشمنید. بهترین نویسندگان، بهترین روزنامه نگاران، بهترین فلان بردن تو صف دشمن، از دشمن تازی دارن پول میگیرن و برای اینا کار میکنن، همه برای اینا دست میزنن. 1400 سال این بازی با ما کردن برای شیر. آقا شیرزنای ما همیشه در برابر دشمن وایستادن، شیرزنای ما از هر تباری. حالا امروز باید شما اصلا تعطیل عمومی بکنیم 25 اردیبهشت، همیشه تمام این روزهای تاریخی که ما در سالنامه آریایی میترا آوردیم برای سعدی، حافظ، خیام، کوروش، رضا شاه، محمد رضا شاه، نادر شاه، رودک، همه اینا، اینا روز تعطیل عمومی شد. اینه بدبخت، تو بری تعطیل عمومی جعفر صادق میکنی، تعطیل عمومی محمد باقر میکنی، زین العابدین که همش بیمار بوده از بیماری هم مرده، تو اون میکنی چون یاری سیده عمامه سیاه داره رهبرت شده. عقلی خدا حسابش با همه این فریبکارات جداست، اینا رو به حساب خدا تو به شما غالب نکنن. خدا و کسی که من سیاوش عوستو شهادت میدم، از کودکی ازش هر چی خواستم به من داده جز آزادی ایران، هر چی خواستم به من داده، اون خدا حسابش با این شرناتونت جداست. صلاح شوری دلاوری، آقا زن یاد بگیرید، این خانمی هست به نام گلی، گلی زن استاد اکبر گلپایگانی است. استاد اکبر گلپا امروز بخش وسیعی از برنامه به ایشون اختصاص داره که مصاحبه‌ای که با ایشون انجام دادیم رو میشنوید و لذت میبرید و میبینید که یک فرد برجسته در جهان موسیقی و آواز چگونه درد دلهای خودشو بعد سالها میگه. میدونید که گلپا رو تا حالا چندین بار گرفتنش، به خونش حمله کردن، اصلا روزای نخست انقلاب. آقای زن وقتی دید تکرار میکنن چاقو میکشید، چاقو این همسایه من، چاقو آشپزخونه جلوی پاسدارا، جلوی پاسدارا، چی میخوایی میان تو خونه من؟ الان چقدر زن ها تو زندانن. شما مرد ها از اینا سرحچوری یاد بگیرید، شما که قلم دستتون سخن دست و فارسی حرف میزنید، یعنی چی پارسی؟ درود بر شما رو وقتی ما جا انداختیم اون موقع همه مسخره میکردن، بعد جا افتاد. حالا دوباره که السلام علیکم، سلام علیکم حاج آقا، حال شما خوب حاج آقا؟ حاج آقا یعنی کسی که بهش تجاوز شده حاج آقا، و همین رو تجاوز کردن در مکه و مدینه و جده. حاج آقا تو ایران الان مردم به ما خودشون دارن میگن، یکی میخوان بگن آقا به تجاوز شده، میگن حاجی، آه حاج آقا، حاج آقا فلان. خجالت بکشیم بابا. دوستان مهربان من، شهرام ناظری این
جوان کرد باز کرد دلی که موسیقی رو در دامن مادرش فرا گرفت و با گل صد برگ اومد. پشتش رفتیم اون سالا، تقویتش کردیم، در سطح جهانی شد یک هنرمند برتر. شجاعتی که داشته، شجاعت، نترسید. با من نشسته بود سر میز فرامرز پایور و بهاری و فلان و همه اون بر دشون ترسیده میان سر میز رو بشینن. اون سال قدیم ویسکیشو خورد، از هیچ کس هم نترسید، رفت ایران هم گرفتنش. آقا تون اندک اندک جمع مستان میرسن، گفتن تو برای مجاهدین خوندی؟ گفت بابا تو عجب آدم بی سوادی هستی، بازی اینجا بی سواد؟ ایمان مولویه که، ایمان مولوی 700 سال پیش، چی میگی تو؟ این شهرام رازی. من همیشه آرزو بود که از شاهنامه فردوسی بخونن. بارها تو این برنامه هم گفته بودم شاهنامه، شاهنامه روان شاد شیدا، همسر استاد مسعود جاهد به درخواست من رباعیات خیام رو خوند، همون رباعیاتی که ممنوع بود. روزی دو که مهلت است میخور می ناب، کین عمر دو روز بر نگردد. دریاب دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. ای دو اسپیا تو غم فردا نخوری، این یک دم عمر و غنیمت شموری. فردا روانش شاد تاریخی شد. منم در زندگی نامه و سرگذشت خیام آوردم، خیام و این جهان فرسوده. همیشه منتظر بودم، میخواستم، خواهش کرده بودم که آقا شاهنامه خوانی کنید. هنرمندای بزرگ ما با صدای خودشون، شهرام ناظری این کار کرد. شهرام ناظری رفت در حافظیه سر خاک و آرامگاه حافظ، در روز حافظ در مهر ماه سال 1377 تازی، در اونجا کنسرت گذاشت. شهرام ازت سپاسگزارم. شهرام ناظری، استاد، استاد شهرام ناظری. به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین. به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین. به میدان برآمید و با میزنید، به میدان برآمید و با میزنید. به ذهن زمان نقش نامیزنید. به نام خدای جهان آفرین. به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین. به میدان برآمید و با میزنید، به میدان برآمید و با میزنید. به ذهن زمان نقش نامیزنید.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جواب نام ایران زمین، به پیش جواب نام ایران زمین، به میدان برآمید و با میزنیم، به میدان برآمید و با میزنیم، به ذهن زمان نقش نامی زنید. جهان عرصه عبرت آموزی است، جهان عرصه عبرت آموزی است، شکست اولین گام پیروزی است، جهان عرصه عبرت آموزی است، جهان عرصه عبرت آموزی است، شکست اولین گام پیروزی است. به میدان چو یادی ز ایران کنی، به میدان چو یادی ز ایران کنی، زمین و زمان را گل افشان کنی، به میدان چو یادی ز ایران کنی، به میدان چو یادی ز ایران کنی، زمین و زمان را گل افشان کنی. از سال 1980 که با استقرار نظام اسلامی در میهن و جنگ ایران و عراق خون و جنگ و تباهی میهن را فرا گرفته بود، سیاوش اوستا همزمان با تلاش‌ها و پژوهش‌های تاریخی و روشنگرش، ایرانی اندیشیدن، نام ایرانی گزیدن و از تاریخ ایرانی بهره بردن را نیز رایج کرده و با برگزاری جشن‌های ملی و میهنی شور و نشاط و شادی را به خانه‌های غم‌زده و اندوهگین ما آورد. وی از سال 1985 با انتشار سالنامه و تقویم آریایی میترایی هر روز از 365 روز سال را به یاد شخصیتی و یا پدیده ای نامگذاری کرد. در چنان شرایطی که هیچ جشنی در تقویم جمهوری اسلامی جز مرگ و میر تازیان و قربانی کردن گوسپندان نمی آمد و حتی جشن نوروز و سیزده بدر را روز طبیعت نامیده بودند، سیاوش اوستا در سالنامه آریایی میترایی همه جشن‌های نوروز و سیزده بدر، یلدا، صده مهرگان را در کنار نام‌های پر افتخار اندیشمندان بزرگی چون زرتشت، پیروز پارسی یا همان فردوسی، خیام، کوروش بزرگ، مولوی، حافظ، سعدی، رودکی، نادرشاه، رضاشاه، بابک خرم‌دین و دیگر سرداران و سربازان قهرمان تاریخ و ده‌ها تن دیگر را ثبت کرد. 25 اردیبهشت یادروز پیروز پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این روز بزرگ را به همه مهربان یاران شاد باش میگوییم. جز به شادی نکوشیم و زادروز بزرگان ایرانی را در پارک ها، سالن ها و آرامگاه هایشان با آهنگ و ترانه و دست افشانی و پایکوبی جشن بگیریم.